چجوری توی اسکچاپ یک کوزه مدل کنیم؟ سلام دوستان عزیز، با یکی دیگه از قسمت‌های آموزش‌های ساده و کوتاه اسکچاپ در خدمتتون هستم با مدل سازی یک کوزه. امروز می‌خوایم این آموزش‌ها رو ادامه بدیم. برای اینکه یک کوزه ترسیم کنی، توی قسمت‌های قبل گفتم که چجوری مثلا یک کره یا یک گنبد یا تخم مرغ یا یک بیزیگون رو ترسیم کنیم. از همون روش میخوایم استفاده کنیم، کوزه رو هم بکشیم. منتها یه نکته که داره، دسته کوزه مثل دسته قوری، اون رو هم میخوایم در واقع توش ترسیم کنیم که یه مقدار نکته دار هست. این آموزش رو تا آخر ببین و حتما تمرین کن، حتما تمرین کن. به عنوان تمرین میتونی مثلا یه قوری بکشی. بریم ببینیم چجوری میشه حالا کوزه کشید. ببین، اول من یه دایره میکشم، بعد میام مثل آموزش های قبل مقطع کوزه رو ترسیم میکنم به این شکل. خب یه انحنا اول این بالا داریم، درسته، توی کوزه. بعد یه ادامه، ببین ادامه هاشو خودش آبی میکنه، میبینی؟ ادامه داره اینجا مثلا، بعد میام اینجا. خب مقطعش رو ترسیم کردم، حالا میام فالومی میکنم. ببین، برای اینکه فالومی بشه این شکل نیاز نیست حتما اندازه خود دایره باشه، حتی میتونه اصلا جدا باشه، اصلا میتونه هیچ ارتباطی هم نداشته باشه. من بیام دایره رو انتخاب کنم، اینجا فالومی رو بزنم. ببین کوزم درست شد. حالا اگه بالاش رو هم بردارم، داخلش رو هم حتی میتونی ببینی. میبینی؟ خب حالا چجوری دستش رو درست کنیم؟ دستش، خب من برای اینکه دستش رو بتونم درست کنم، اول یه کپی باید از اون مقطعه بگیرم. بخاطر همین کنترل زد میزنم، برمیگردم، اول از این کپی میگیرم که اندازه هاش رو داشته باشم، بعد میام فالومی رو انجام میدم، این رو هم برمیدارم. خب حالا دستگیره چجوری، دسته یک کوزه چجوریه؟ مثلا یه همچین فرمی داره دیگه، درسته؟ خب رو میام اول مسیر اون دسته رو باز مشخص میکنیم. من یک صفحه اینجا بکشم. همیشه موقع ترسیم های دو بعدیتون یک صفحه برای خودتون بکشین اول. این نصیحت من به شما. دستگیره ها معمولا، دسته های کوزه معمولا از اینجا ها شروع میشن. این چیزی، حالا یکم قشنگ‌تر بکشمش. آها، حالا شد. خب حالا این رو داریم. خب مسیر دستگیرم، حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام یک حالت بیزی شکلی رو درست کنم و روی این امتدادش بدم. چیکار باید بکنم؟ آره، یه مقدار پیچیده است ولی خیلی پیچیده نیست. کافیه بیام یک صفحه اول عمود به این نقطه پایانی، خط پایانی این قوس ترسیم کنم. چجوری باید این کار رو بکنم؟ محور یکی هم اینجا. خب حالا این گزینه ترسیم صفحه توی هر حالتی رو همیشه یاد باشه، یک گزینه خیلی پرکاربردیه. اول میای محور اولی اون مستطیل یا صفحه رو تعریف می‌کنی، بعد محور دومی. ببینی اصلا موازی صفحه زمین نیست الان. خب من یه چیزی تعریف کردم تو فضا، بر اساس اون نیاز خودم میخوام عمود بر این خط باشه. خب این صفحه رو تعریف کردم، حالا میام، حالا که این صفحه رو تعریف کردم، میام یک دایره توی این صفحه قفلش میکنم، یه دایره ترسیم میکنم.
میگه که شعاید یه مقدار کوچیکه، مهم نیست، اصلا مهم نیست. من به جایی که بیزیمو از این ور کوچیک کنم، از این ور بزرگ میکنم. یعنی چی؟ چون میخوام ابعاد ضخامت این دستگیره زیاد باشه، این دسته مثلا این رو 1.7 برابرش میکنم، بعد میام اینا رو دوباره فالومی میکنم. خب حالا تناسبات بهتری دارم احتمالا، گروپش میکنم، میارم این کوزمون درست شده. حالا میخوای اینو میتونی باز بزرگتر هم بکنی، بذاریم یکم بزرگتر به این شکل مثلا دو برابر بهتر. حالا مثلا یکم منطقی تر شد اندازش، یه رنگ مثلا پوزه خاک هم بهش بدیم، مثلا این رنگ رو هم بهش بدی، دیگه تقریبا کوزه ما حاضره.